دنبال بهونن که عزاداریشون رو شروع کنن. خب بگذاریم بچه ها، دیدیم که ببینید این کوچولو هم با من موافقه. خاله سوسکه هم، خاله سوسکه، خاله سوسکه هم یک دل نه صد دل عاشق آقا موشه شد. آقا موشه، آقا موشه خجالت نکش، بیا خجالت باشه. آقا موشه یه همه دیدن که عاشق هم شد. خلاصه خالصیسکه هم یک دل نه صد دل عاشق آقا موشه شد. با خودشون گفتن حالا که اومدیم پاریس چطوره ماحصلمونم یه ماه بمونیم اینجا، یعنی بریم خونه اینامون، بریم یعنی خالصیسکه و آقا موشه و البته بنده که قصه گوشون هستم. برای همین یه لیستم در گذاشتیم، هر کی بخواد میتونه اسمشو بنویسه تا هر شب بریم خونه یکیشون. نه نخندیم، به خاطر این بریم که بهشون رقص خواستگاری خاله سوسکه و آقا موشه رو نشون بدیم. دوست داریم بدونین رقص خواستگاری چطوریه؟ خب حالا که اینطوره همه تون هم مایلیم ما رو دعوت کنیم، اصلا چطور همینجا رقص خواستگاری رو نشون بدیم؟ خاله سوسکه موافقی؟ نه آقا میشه، نه رفته رفته گل بچینه، رفته گل بچینه. خاله سوسکه موافقی؟ نه آقا موشه خودتو ناراحت نکن، میدونی که عاشقته. رفته چی گفتی؟ رفته گلم بیار بچه راست میگرم. خاله سوسکه موافقی؟ Thank you.
خودتون، فرهنگ ایرونیتون از یادتون رفت؟ فکر کردین اینجا کسی از این اداها بلد نیست در بیاره؟ بلدن، از شما دوتا هم بهتر بلدن. این اداها و این رقصای عجیب کردی ملب و پشتک بارو چرا بذاری روسه؟ نه خند خالصوست که نگاه تو بنداز پایین. یه کاری نکن دیگه پاریس نایرامه تا. پس نگاه تو باشه گریه من. فکر کنم تقصیر این آقا موش هست. من که این رقص شما رو قبول ندارم. باید این رقص درست حسابی ایرونی واسه هم بکنین تا ببخشیمتون. فکر کردین مردم این همه راه پاشدن اومدن اینجا دو ساعت هم دمه در وایستادن چون که صدا مشکل داشت و این حرفا؟